بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پاسبانی رسول الله صلى الله عليه وسلم از مرزهای توحید و بستن راههای شرک از عبدالله ابن شیخیر رضی الله عنه روایت است که میگویند من به هیئت بنی عامر بودم که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتیم و به ایشان گفتیم شما سید ما هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سید الله تبارک و تعالی است. گفتیم شما از همه بزرگتر و از همه سخاوتمندترید. همین سخن یا بعضی آن را بگویید شیطان بر شما غلبه نکند. ابو داود با سند جید روایت کرده است و همچنین از انس رضی الله عنه روایت است که گروهی از مردم به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ای رسول الله، ای بهترین ما و فرزند بهترین ما و سید ما و فرزند سید ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای مردم، سخنانتان را بگویید و شیطان شما را فریب ندهد. من محمد بنده الله و رسول او هستم. دوست ندارم که مرا بالاتر از آن چی هستم ببرید. این را امام نسائی با سند جید روایت کرده است. فرمودند که سید الله است، یعنی سید نامی از نامهای الله است و آن از معناهای صمد به نیازی است. آنها را منع کرد که شیطان آنها را بکشوند پس از سیادت خاص به سوی سیادت عامه مطلق که برای الله است ترقی دهد و فرمودند که و شما را نکشاند، یعنی شما را نگرداند به سوی این که سخن منکر بگوید. پس آنها را رهایی کرد و به سوی چیزی که شایسته است که انجام داده شود و از چیزی که شایسته نیست آنها را منع کرد و از روی حمایه کردن توحید از نقصان و شکستن گفتند که ای بهترین ما، یعنی از روی نسب و مقام و حال و پسر بهترین ما در نسب و در مقام و حال. و گفتند که و شیطان شما را فریب ندهد، یعنی شیطان شما را از راه نگرداند. پس آن را بخواهید و راه های او را پیروی کنید تا به غلو برسید. مسئله های این موضوع: یکم، تحذیر مردم از زیاده روی. دوم، اگر به کسی گفته شد سید ما چی بگوید؟ میگوید سید الله است و بنابراین سید گردانیدن فاسق، منافق، کافر جایز نمی باشد، خواه مرد باشد یا زن. سوم، دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را شیطان فریب ندهد و وجود اینکه جز سخن حق نگفته بودند. چهارم، فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست ندارم که مرا بیشتر از آن چی هستم بالاتر ببرید، یعنی با آن بندگی و رسالت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.